نشست علمی آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی چهارشنبه شب مطابق با 16 روز از ماه مبارک رمضان سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با برخی از احکام عدالت برای امامت جماعت فرمودند: در باب نماز جماعت روایت خاص از معصوم علیه السلام وجود دارد که اگر انسان تصور می‌کرد که شخصی مسلمان و مؤمن و عادل است و پشت سر او نماز خواند، اما بعداً مشخص شد که آن امام جماعت عادل نبوده و یا مثلا حتی یهودی بوده است، به جهت دلیل خاص نماز او باطل نیست. معظم الله با تأکید بر اینکه عدالت حقیقتی یکسان در همه جاست فرمودند، این مطلب از روایات برداشت می شود و فقط مراتب عدالت ممکن است فرق داشته باشد. مثلا فردی عادل است اما شخص دیگری عادل تر از اوست، چرا که عدالت ملکه است که در همه افرادی که دارای این صفت هستند وجود دارد. ایشان همچنین با تأکید بر اینکه عدالت در امامت جماعت، قضاوت و شاهد در هر جا که عدالت شرط است حقیقتی یکسان است فرمودند، اما برخی از فقها از جمله صاحب حدائق معتقدند که عدالت در امامت جماعت با عدالت در قاضی و مرجع تقلید متفاوت است که در این زمینه از برخی روایات استفاده نمودند که این نظریه خلاف مشهور و خلاف ظاهر جمع بین روایات است. آیت الله العظمی شیرازی با تأکید بر اینکه عدالت در برخی امور از جمله تشخیص بیماری‌ها که نیاز به مراجعه به پزشک و اهل خبره میباشد شرط نیست فرمودند، در چنین مواردی لازم نیست که فرد اهل خبره عادل، مؤمن و یا حتی مسلمان باشد، بلکه اهل خبره بودن و ثقه بودن کفایت می‌کند. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. بله، خب لحالا مشهور به فقها ها عدالت خیلی به تعبیر شما خیلی ضیق نکردن، گفتن حسن ظاهر کاشف از عدالت، همون گفتن حسن ظاهر کاشفه ولو ظنن ولو علم نباشه. حضرت فرمودن ان تعرفوه بالستر والعفاف و کف البطن والفرج والید واللسان. همینقدر که ظاهرش یه ظاهریه که ازش ظن نه علم لازم، نه علم ظن پیدا میکنیم که این ملکه عدالت داره. یعنی چه ملکه عدالت؟ یعنی از گناه بدش میاد، اگرم یه وقت گرفتار شد گناه کرد پشیمون بشه و توبه میکنه. این حالت اگر رند شما پیدا کردی به اینکه در این شخص هست میشه عادل. مردم یک شخص رو به خاطر خوش ظاهریش عادل میدونن، بهش اقتدا میکنن، اما خود شخص خودش رو نمیتونه به عنوان عادل باور داشته باشه. این خودش میتونه خودش رو وادار کنه که امامت جماعت. مشهور بین فقها از شیخ مفید گرفته تا حالا اینه که اشکال نداره، یعنی کسی خودش شک داره که عادله یا نه، بلکه یقین داره عادل نیست اما مردم عادلش میدونن، این میتونه امام جماعت بشه، چون به خودش نگفتن اگه عادلی نماز جماعت بخون. در مرجع تقلید، در قاضی گفتن اگه عادل نیستی قضاوت نکن، اگه عادل نیستی فتوا نده برای دیگران، اما در امام جماعت نگفتن اگه عادل نیستی امام جماعت نشو. به مأموما گفتن اگه عادل نیستی پشت سرش نماز نخونید. لذا مشهور بین فقهای